اینکه نتوانستیم ما یک تشکل مؤثر، پایدار و در حقیقت اثرگذار داشته باشیم، سبب سازش چه عواملی بودند؟ عوامل اینکه ما نتوانستیم اینو به وجود بیاریم چه هستند؟ این موضوع یک موضوع بسیار اساسی هستش که اگر ما به تاریخ مملکت خودمون رجوع بکنیم، متاسفانه ریشه ها رو باید در تاریخ خودمون بیابیم. یعنی مسئله فقط یک مسئله نیست که ما با جمهوری اسلامی داریم. این وضعیت جامعه ایران با هوش و ضریب هوش مردم ایران که بسیار بالا هست و تمام جهان به این باور رسیده که مردمان ایران ما مردمان باهوشی هستند و با فرهنگی هستند و ما اولین امپراتوری روی کره زمین هستیم، چرا ما نتونستیم به استقلال و آزادی کشورمون برسیم و خودمون برای خودمون تصمیم بگیریم؟ در این رابطه من فکر میکنم که چون اصلا به طور کل خود ایران ما چون بین ابرقدرت‌های جهانی همیشه کلنجار می‌رفته که هویت خودش رو، چون فلات ایران، فرهنگ ما از لحاظ محیط زیستی و فرهنگی قوی بودیم، همیشه به ما می‌تاختن، همیشه به ما حمله می‌کردن و ما یک حالت دفاعی به خودمون می‌گرفتیم. به طور کل فرهنگ ایران هم در برابر مسائل فرهنگی و هم در برابر مسائل محیط زیستی میبایست چیره میشده به محیط زیستی که یک مقدار سرسختانه در رابطه زلزله‌ها و به اصطلاح فلاتی که ما خب میدونیم که با گرما ما میبایست مبارزه میکردیم که کردیم و تونستیم واقعا افتخار بیافرینیم در رابطه با معماری و شهرسازی. در زمینه فرهنگی هم همینجور، چون در فلات ایران مردمان متفاوت، فرهنگ‌های متفاوت وجود داشتند، ماها یک مقدار یک حالت دفاعی به خودمون داریم و وقتی که یک حالت دفاعی رو به خودمون داریم، همیشه وقتی که به یه جایی نمیرسیم دنبال مقصر میگردیم و این باعث شده که در تاریخ کشورمون همیشه دنبال مقصر بگردیم و متاسفانه کلمه خائن که بسیار کلمه خطرناکی هست بین مردمان، این در بین ما رواج پیدا کرده و ما به یک مریضی و بیماری استبداد زدگی متاسفانه دچار شدیم و این مریضی استبداد زدگی در غرب خیلی مطالعه شده در رابطه با این قضیه و به عنوان یک سیندروم به اسم هابریز اصلا معرفی شده در دانشگاه های سوئیس. این بیماری رو به دست آوردن و علائمش رو به دست آوردن. متاسفانه مردم ما به این بیماری ما مبتلا شده ایم و کشور ما همیشه کشور دیکتاتورخیز و رهبر باور بوده. این یکی از دلایل مهمی هستش که ما میتونیم این رو یه مقدار اگه بخوایم بازش بکنیم و ببینیم چجوری میخواییم ما از این استبداد زدگی بیرون بیاییم. خب مسلماً اولین کاری که میبایست بکنیم و به یک همگرایی پایدار و به یک همبستگی ملی برسیم این هست که اول باور بکنیم و اقرار بکنیم که جامعه ما یک جامعه مریض هست. وقتی من بپذیرم مریض هستم، میپذیرم من هم میتوانم اشتباه بکنم و این اولین قدمی هستش که ما همگی میبایست به این باور باشیم و با شناخت حق اشتراک و حق اختلاف نظر دور هم جمع بشیم و بتوانیم به این بیماری و مریضی به اصطلاح چیره بشیم. اشاره کردید به ذهنیت استبداد زده. این ذهنیت استبداد زده چگونه میتواند در حقیقت ریفرم پیدا بکنه؟ ما میبینیم که میلیون ها ایرانی از ایران آمدن بیرون، نزدیک به 40 سال در خارج از کشور زندگی می کنند، نه زیر شکنجه هستند و نه زیر سرنیزه و نه زیر سرکوب. اما بسیاری از همین هممیهنان عزیز ما که در خارج از کشور زندگی می کنند، همون استبداد و همون ذهنیت استبداد زده رو با خودشون دارن. یکی از عواملی که
دوست دارم نظرتون رو بپرسم در این زمینه. فکر میکنم همون در حقیقت ذهنیت استبداد زده فردی است که در ضمیر ناخودآگاهش خواهان سلطه‌گری و سلطه‌پذیریه. هر کدوم از افراد آزادی خواهی که دنبال تشکل هستن وقتی که در کنار هم دیگه منشینن، سازمان ها وقتی در کنار هم منشینن، مسئله رقابت و قدرت به دست گرفتن و برتری طلبی و کش شخصیت هست. اشاره به استبداد زدگی داشتید، خواهش میکنم بیشتر توضیح بدید در زمینه. ببینید، باز ما برمیگردیم به همون مسئله اصلی، یعنی این چرا ما راجع به دو موضوع باید صحبت بکنیم و یه مقدار راجع به عمیق‌تر صحبت بکنیم. اینه که خب یک چرایی و یکی دیگه این که چه باید کرد، یعنی چگونگی راهکارهایی رو که ما باید در نظر داشته باشیم برای اینکه بتونیم به این بیماری چیره بشیم. خب ریشه این که چرا، من واقعا به این نتیجه نخ خودم رسیدم، هر چقدر بیشتر مطالعه میکنم دقیقا همین هستش که ما متاسفانه هنوز نمیخواهیم بپذیریم که بیمار هستیم. چرا؟ ما باید یک کاری رو انجام بدیم در رفتار. موافق هستم که ما باید رفتارمون رو هم تغییر بدیم. چگونه آقای اسماعیلی؟ ما باید رفتار رو تغییر بدیم. این راهکارشه که ما باید ببینیم چه گفته می شود، نه چه کسی می گوید. اولین کاری رو که ما باید بکنیم این هستش که چه چیزی گفته می شود بدون اینکه در نظر بگیریم طرف مقابل ما چه کسی هست. این حساسیت متاسفانه موقعی ایجاد میشه که ما این صحبت مثلا پایدار و خوب رو از یک نفری که ما با ایشون موافق نیستیم و پیش قضاوتی هایی داریم، اگر هم حرف خوبی زده بشود، چون آن طرف گفت پس من نمیپذیرم. یعنی این یکی از عوامل بیماری هست. حالا این رو ما چجوری میتونیم تغییرش بدیم؟ اتفاقا این یک عاملی هستش در رابطه با همین مسئله مریضی هابریس که تعریف میشه و پاتولوژی هست. برای اینکه ما از این عبور کنیم، گذر بکنیم و ما بیشتر بشنویم چه گفته میشود نه چه کسی میگوید، میبایست یک بستری رو در اختیار بگیریم که این بستر ابدا بستر بیطرفی باشه و خواهان رسیدن به قدرت نباشه. یعنی یک بستری باشه با اصول پایدار. اصول پایدار هم خب تعریف داره. ما اگر بخوایم وارد این قضیه بشیم، باید تجارب کشورهای غربی و کشورهایی رو که به آزادی رسیدن رو اونها رو بیاریم و به عمل بنشونیم. ما نمیتونیم تجربه های انسانی رو باز دوباره از صفر شروع بکنیم. شما ببینید وقتی که منطق جای سنت رو میگیره و شما ببینید بعد از انگیزیسیون جنبش هایی که در غرب به وجود میاد و در قرن 17 با کسانی مثل دکارت اینها بیان میشه، چه میشود؟ این روشنفکران میان به اصطلاح مکانیزم و روند کار رو تعریف میکنن برای اولین بار. یعنی فقط خواسته های خودشون رو در اهداف خودشون نمیگنجونن. وقتی که مثلا در کشور ایتالیا میخوان به آزادی برسن، همین مکانیزم همگرایی پایدار رو عملا می نویسن، تعریف می کنن، دور همدیگه جمع می شن و اینها رو در اختیار جامعه می زارن و مردم. من اتفاقا فکر می کنم که گروه های سیاسی، خب متاسفانه اینجا ایراد اینجاست که ما گروه های سیاسی بسیار زیاد داریم و بیشتر پیروان سیاسی داریم. چون اگر ما بخوایم ببینیم که در خارج از کشور مثلا اپوزیسیونی که ما صحبت میکنیم چقدر نیروهای سیاسی هستند که خودشون رو معرفی میکنند، تعداد بسیار معدودی هستند که به عنوان حزب، به عنوان یک نگاه خودشون رو معرفی میکنند. ولی جامعه ما، یعنی فردیت، متاسفانه بیشتر ما پیروان داریم. خب اگر ما ببینیم چه گفته میشود و نه اینکه چه کسی میگوید، ما احتیاج به ابزار داریم که این مکانیزم تعریف بشه. در همگرایی پایدار ما الان 4 سال هستش که
اقدام به این کار کردیم. گفتیم به جای اینکه بشینیم و زار زار گریه بکنیم مثل این روزخونها و عشق بریزیم، هی بگیم که دیدید چه شد، دیدی ایران از دست رفت و این روزخانی رو بکنیم، ما گفتیم باید بپردازیم به چه کارهایی رو بکنیم که ما بتونیم به این مصیبت به اصطلاح استبداد زدگی خودمون چیره بشیم و این خاصیت بیماری که ما به همدیگه باور نداریم و به همدیگه شک میکنیم، این رو در خودمون به اصطلاح شناسایی بکنیم و بهش غلبه کنیم. کتاب دایی جان ناپلئون بی خود نیست که مسئله به اصطلاح چه میگن توطئه، یعنی ما همیشه فکر میکنیم که یک توطئه در کار هست. خب چرا این توطئه در کار است؟ چرا ما خودمون رو جمع کردیم؟ چرا فکر میکنیم که تقصیر کسان دیگر هست که این وضعیت وجود داره؟ این خودش عامل بیماریه و به خاطر این ما باید اصولی رو به اصطلاح بپذیریم. حالا ما اومدیم الان امیدواریم که در آینده نزدیک همگرایی پایدار ایرانیان به غیر از این که بیاد بشمره عوامل این بیماری رو، راهکارهایی رو نشون بده. راهکارها میباید مثل راهکارهای دکارت ریاضی باشه، یعنی ما اگر یک بحث آزاد میکنیم ما بتوانیم با یک وسیله اصطلاح علمی صحبتها و به اصطلاح بحثها رو آنالیز بکنیم و اینها رو به روش ریاضی گرافیک در اختیار مردم بگذاریم که کدوم از ما کجا اشتباه کرده که بتونیم بیشتر به اشتراکات خودمون برسیم. و اگر ما مکانیزم نداشته باشیم و از یک مکانیزم با رفتاری به اصطلاح پیروی نکنیم، امکان نداره ما از این به اصطلاح از این معضلی که ما رو به این مرحله رسونده گذار کنیم. متشکرم. آقای عبقری، شما گفتید که در ارتباط با آقای اسماعیلی بودید به طور مجازی در شبکه‌های مجازی. ببخشید، تاریخ گذشته نمودار شد. ما بیش از اینکه آفت زدگی فرهنگی داشته باشیم، در جریانات سیاسی آفت زدگی ایدئولوژیکی داریم. جامعه سیاسی ما دچار یک نوع آفت زدگی ایدئولوژیکی بوده و هنوز هم هست. هنوز هم در خارج کشور این آفت زدگی ایدئولوژیک، این جدایی طلبی ها، این انحصار طلبی ها، این که حقیقت در مشت من است و بس، این که دموکراسی در مشت من است و بس، هنوز هم متاسفانه وجود داره. اما جای شکرش هستش که نسل جوانتر بیشتر انعطاف پذیرتر هستش و از اون حالت دوگماتیزم بیرون آمده. خب این معضل فرهنگی رو اگه ما بگذاریم کنار، ایشون اشاره کردن ما باید بتوانیم الگوبرداری بکنیم از حرکت‌های مثبت و جنبش‌های فرهنگی جامعه غرب و اینکه چگونه اونها اون رودمپ و اون خط و در حقیقت سویی که اونها دنبال کردن چگونه بوده. ما نمیتوانیم 200 سال یا 300 سال صبر بکنیم، بلکه این الگوبرداری میتونه راهکارها رو جلوی ما بگذاره. ذهنیت شما اشاره کردین که این ذهنیت استبداد زده ما میبایستی که از ابتدا در حقیقت تجدید بنا بشه. این فرصت رو ما نداشتیم، در هیچ زمانی این فرصت رو ما نداشتیم که در جامعه زندگی بکنیم، جامعه خودمون، جامعه در حقیقت وطنمون، مادریمون، در جامعه زندگی بکنیم که ابزارهای دموکراتیک، نهادهای مدنی و نهادهای کارساز وجود داشته باشه که ما بتونیم در اون چهارچوب در حقیقت شهروندی زندگی بکنیم و به تدریج گام به گام این ذهنیت تاریخی ما به تدریج استبداد رنگ ببازه. در اروپا 200 سال طول کشید، شاید بیشتر. به هر حال بحث ایشون رو من بیشتر بس دادم. صحبت ازشون بفرمایید. خیلی ممنون. دقیقا همینطور است. من با بیشتر گفتهایی که شما فرمودید، شون گفتن، من هم همون باور رو دارم. و یک نکته دیگر رو باید اشاره بکنم، ضمن این که رفتارهای غیر دموکراتیک و خود مرکز بینی که ما ممکن است بعضی از افراد داشته باشند و اون نفوذ عوامل رژیم جمهوری اسلامی در تمامی گروه ها و تجمعات ایرانی خارج کشور است. بله. این رو بر مبنای عوامل مهم. بله. این رو من بر مبنای تجربیات شخصی خودم در 20 ساله گذشته از آن می کنم که خودم شاهد بودم و دیدم
که برای یک برنامه همگرایی که 4 سال تمام تلاش شد و جلساتی که مجازی که داشتیم که برای تدارک برنامه افراد نفوذی که میانن خیلی هم مخالف نظام جمهوری اسلامی صحبت میکنن که همه فکر کنن دیگه مخالف تر از این پیدا نمیشه، ولی آخرش میبینیم که بحث 4 ساعت نشسته شما و هیچ تصمیمی نتونسته بگیرید برای اینکه سوالهای انحرافی که مطرح میکنن و یا بعد در جلسات نمیذارن چیزی شکل بگیره. اینو من خودم شخصا تجربه کردم و این یک عامل بسیار بسیار مهم هست. من بر این باور هستم که حتی نهادهای سیاسی موجود هم در میان آنها هم در میان اعضاشان هم جمهوری اسلامی عوامل خودش را کاشته است. این رو بدون شک من این رو میگم که چنین کاری رو داره به اصطلاح بعضی از عوامل خود رژیم هم که از اون رژیم بریدن اومدن گفتن که ما رژیم کارهایی رو که میکنه. اینا که ما باید این نکته را هم در نظر داشته باشیم. ضمن این که ما این خصلت‌های غیر دموکراتیک خودمون رو داریم، آن گونه افراد هم نفوذ میکنن در این جلسات و دامن میزنن به این جریان گونه جریان‌ها و رفتارها رو تشدیدش میکنن که ما نتونیم هیچ تصمیم اثرگذاری بگیریم. بنابراین این یک نکته است که باید همه تلاشگران سیاسی بهش توجه داشته باشن. ما باید با افرادی رو که میشناسیم با ما هم باور هستن گروه ها و تشکیلات و احزاب خودمون رو به وجود بیاوریم، احزاب مدرن امروزی رو، و بعد این احزاب بیاین روی یک اصول حداقلی، اشتراکات حداقلی با همدیگه هم پیمان شوند، مانند آنچه که کنگره ملی افریقا اتفاق افتاد و توانستن رژیم آپارتاید رو در آفریقای جنوبی برکنار کنن. ما هم تا این اصلاح چنین سازمان یابی پیدا نکنیم نمیتوانیم رژیم آپارتاید اسلامی در مملکت خودمون رو برکنار بکنیم و این وظیفه انسانی و اصطلاح ایرانی ماست. من خودم هیچ انتظار ندارم که برم ایران شغلی بگیرم و یا اونجا کاری بشم. من کارم رو در صورت انجام دادم، ولی آرزوم این هست که ما بتوانیم از این نیروی انسانی عظیمی که در خارج کشور داریم در این برهه تاریخی که بسیار بسیار اساسی است بین هستی و نیستی ایران و ایرانیان، هموطنان عزیز، هیچ ملتی به اندازه ملت ایران اینقدر هزینه برای آزادی و دموکراسی در هیچ کجای دنیا پرداخت نکرده که ما ایرانیان پرداخت کرده ایم و بیش از 100 سال است که برای دموکراسی تلاش کرده ایم و 2 انقلاب بوده و انقلاب دوم آمد و دستاوردهای انقلاب مشروطه را هم ملاخور کرد و برگشتیم به ما قبل انقلاب مشروطه. باید به خود آییم. این یک ضرورت تاریخی است، این یک نیاز تاریخی است. ما وظیفه داریم به اون آب و خاک، اگر هم که به اصطلاح همینطور که اشاره کردم ما ممکن است که به ایرانم بر نگردیم، ولی در هر صورت به اون سرزمین و به اون مردم بدهکار هستیم، چرا که آنجا خاک پدران و مادران ما و اقوام ما هست و بتوانیم این وظیفه تاریخی رو که الان با استبداد زدی که در داخل ایران وجود داره و نمیتوانن اونها انجام بدن، ما بیاری اونها بشتابیم و بتوانیم کارهایی رو انجام بدیم که مبارزات اونها که در صحنه در همه شهرها وجود دارد کمک بکنیم که این مبارزه به سرانجام برسد. ما اگر که در سال 88 تشکیلاتی داشتیم که میتوانست این جنبش آزادی خواهی دموکراسی خواهی رو به صلاح رهنمود بش بده و راهنمایی بکنه، الان تموم شده بود رژیم. برای اینکه مردم آمدن در خیابان‌ها، در شهرها حضور داشتن، از آن جایی که رهبری وجود نداشت، سازمان و تشکیلاتی وجود نداشت، آقای موسوی و کروبی اومدن گفتن که بله بفرمایید برید خونه هاتون، فرصت خریدن برای رژیم که خودش آماده بکنه و بیاد مردم رو سرکوب بکنه و این 2 مرتبه ممکنه اتفاق بیفته و شکی هم ندارم من که این اتفاق خواهد افتاد، ولی ما هرچه زودتر باید
آماده شویم برای چنین شرایطی. به خداییم و به اصطلاح بشینیم خودخواهی ها رو کنار بگذاریم، خود مرکز بینی رو جدا بذاریم، اینکه من هستم و سازمان من هست و تشکیلات من هست که هیچ برنامه‌ای هم نداره، هی من و من نکنیم، یه بگیم ما برای ایران و مملکتمون دست جمعی چی کار میتونیم بکنیم، چون که شاهد بودیم که در این مدت 38 سال هیچ کار اثرگذاری نتوانسته این بکنیم و این یک نیاز تاریخی است. تشکر میکنم. اشاره کردید که در حقیقت در میان سازمان ها افرادی نفوذی هستند از طرف جمهوری اسلامی و رژیم. به نظر من رژیم نه تنها در حقیقت از ابزار سرکوب به در حقیقت شکل کلاسیکش استفاده میکنه، بلکه از ابزار نرم هم استفاده میکنه و مهمترینش همین در حقیقت استفاده ابزاری از شاهراهای اطلاعاتی، لابیینگ و در حقیقت تئوری سازی و تئوری پردازی حکومت مطلقه. ما میدونیم که در حقیقت با تعیین نقش های اجتماعی، نقش های سیاسی شخصیت سازی میکنه و خیلی از آزادی خواهان باور دارن که در جریان اصلاحات و تئوریزه کردن طرح اصلاحات در حقیقت یکی از موانع بزرگ و بازدارنده در رابطه با جنبش آزادی خواهانه سکولار بود، سکولار دموکراسی بود و در حقیقت اپوزیسیون ایران رو در حقیقت تا اون بره از زمان که به دنبال یک حکومت دموکراتیک سکولار بودند رو تجزیه کرد و بخشی از اپوزیسیون چپ ما به سمت جریانات اصلاحات رفتن و خودشون یکی از ابزار مانساز شدن. در حقیقت ما صحبت از این کردیم که در رابطه با مبانی دموکراسی در ایران صحبت بکنیم، یکی از ابزار مانساز همین تئوری در حقیقت اصلاحات بود که بسیار از روشنفکران ما بهش پیوستند و خطرناکترین به نظر من در حقیقت خطرناکترین و منفیترین حربه دشمن این نیستش که شما رو با تیر و گلوله یا در حقیقت سرنیزه از میان برمی‌داره. خطرناکترین حربه دشمن این هستش که در میان روشنفکران ما شخصیت سازی بکنن، تئوری سازی بکنن و مردمی که چشمشون به این روشنفکران هستش به عنوان نخبگان جامعه باورمند در حقیقت تئوری های آنها بشه. نظر شما؟ ما یک مشکل اساسی داریم در کار گروهی و بیشتر فردگرا هستیم تا کار گروهی و تشکیلاتی حزبی و به خاطر همین هم این یک مشکل شده که نتوانسته ایم در کنار همدیگه یک به اصطلاح یک تشکیلات فراگیر منسجمی به وجود بیاوریم که بتونیم که در روند سیاسی مملکتمون اثرگذار باشیم. اینا درست است که ما صحبت از به اصطلاح دموکراسی میکنیم فردی، ولی وقتی که به عمل میرسه و این است که ما باید از خودمون، من همیشه میگم از خودمون مچگیری بکنیم و میبینیم که در جایی به اصطلاح داریم رفتار غیر دموکراتیک میکنیم، خودمون رو تلاش بکنیم اصلاح بکنیم. نکته دیگه که باز در این رابطه وجود داره، نهادهای سیاسی موجود هم از آنجایی که ساختار سنتی دارند و دیدگاه سنتی دارند، یک دید سنتی به دموکراسی دارند، این است که خود این نهادهای موجود هم به اصطلاح نمیتوانند اثرگذار باشند. برای اینکه یه وقتی که ما صحبت از دموکراسی و نهاد دموکراسی میکنیم، باید این رو در حرف و عمل از خودمون نشون بدهیم که بتوانیم مردم رو جلب و جذب بکنیم. الان تماشا میکنیم که جنبش ها در داخل ایران در تمام شهرها وجود دارن، جنبش کارگری، جنبش معلمین، جنبش پرستاران و همه جنبش هایی که شاهدش هستیم هر روزه وجود داره، محیط در ارتباط با محیط زیست، آب، هوا و غیره. میبینیم که در نظام‌های دموکراتیک سازمان‌های سیاسی، احزاب سیاسی توانسته‌اند با این جنبش‌ها پیوند بزنند
خواستهای مردم رو جمع‌آوری بکنن و اینها رو به صورت یک برنامه سیاسی ارائه بدن که مردم رو روی اون تبلیغ و ترویج میکنن، مردم هم که تو این جنبش ها وجود دارن کشنده میشن به طرف این نهادهای سیاسی یه با برنامه که بتونن جنبش رو به پیش ببرن برای رسیدن به دموکراسی. ولی الان آنچرا که میبینیم این است که نهادهای سیاسی موجود به سنتی در پشت جنبش ها حرکت میکنن به جای اینکه در جلو جنبش ها باشن. کاری که میکنن یک به اصطلاح کشت و کشتاری انجام میشه، میان بیانیه مینویسن در محکوم کردن این کشتاری، افرادی دستگیر میشن محکوم میکنن این دستگیری ها. اینا کاری است که نهادهای حقوق بشری باید انجام بدن، نه یک حزب و سازمان سیاسی. حزب و سازمان سیاسی از این حرکت ها، از این جنبش ها حمایت میکنه، ولی در حقیقت باید برنامه مبارزاتی داشته باشه که برای روی جنبش اثرگذار بتونه به هدف برسه، برای استقرار دموکراسی، برای گذر از جمهوری اسلامی. ولی متاسفانه همطور که گفتم الان این نهادها باید به خودشون بیان، خودشون رو متحول بکنن برای به اصطلاح هم از نظر درونی ساختار دموکراتیک داشته باشن و هم از نظر دیدگاهی. میگویند که بله این نظام باید برود. الان اگر آقای به فرض محال آقای خامنه ای بگه ما متوجه شدیم که ما دیگه نمیتوانیم، مملکت داره فروپاشی میکنه، ما نمیتونیم ادامه بدیم، بفرمایید مملکت دست ما، کدوم سازمان و نهاد سیاسی است که برنامه ای برای ایران آینده داشته باشه؟ اینا مسائل و مشکلات اساسی و بنیادی است که مخالفان نظام ما مخالفت داریم و باید به خود آییم و این رو هر چه زودتر قبل از اینکه دیر بشود، چرا که نظام ممکنه فروپاشی بکنه. اگر که دموکراسی خواهان برنامه نداشته باشن، خواه نخواه چه خواهد شد؟ یک گروه فرصت طلب دیگری که میشود هم هر سر کدوم گروه خواهد بود با حمایت کشورهای خارجی، همینطور که خود خمینی در آن زمان با حمایت با بودجه آقای کارتر سر کار آمد، یک فرد دیگری و گروه دیگری رو بیا سر کار و همین روند ادامه بله متشکرم.